خانم علی نژاد، اشاره اون بخش آخر این صحبت به اون نامه بود که زندانیان در رجای شهر نوشتن، توضیح بدید که ماجرا چه بود و برداشت شما از این پرونده چیست؟ ببینید، به عنوان یک خبرنگار داده‌هایی در همین گفته‌های خانم مرادی هست که سراغ اون داده‌ها باید می‌رفتم. بحث امام جمعه رو مطرح می‌کنه و اینکه کسانی که 4 سال با فرزندان ایشون در واقع زندگی کردن. در مورد زندانیان، خب می‌دونین کسانی که 4 سال از نزدیک با زانیار و لقمان مرادی بودن، 36 نفر از سالن 12 رجای شهر نامه دادن و اینها علاوه بر اینکه در نامه بر واژه بیگناهی این دو زندانی تایید میکنن، یعنی در واقع این واژه رو به کار میبرن در نامشون، از رئیس قوه قضاییه میخوان که اعدام رو متوقف بکنه. شما به لیست کسانی که امضا کردن نامه رو هم نگاه میکنید، هم روزنامه نگارانی هستن که حتی تا کنون در هیچ بیانیه و بخشنامه ای اصلا امضا نمیکردن، مثل احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان و از این طرف مجید توکلی، سیف زاده و کسانی هستند از طیف‌ها و چهره‌های مختلف که گواهی دادن بر بیگناهی این دو زندانی. و از یک طرف هم خب تاکید می‌کنن که در زندان با این دو زندانی بودن و از نزدیک دیدن که اعترافاتی که از اینها گرفته شده تحت فشار و تحت شکنجه بوده. خب وقتی اینها برمیگردن به زندان، قطعاً مشاهده کردن که باید تحت درمان می‌بودن و همون رنجنامه‌ای که مادر زانیار بهش اشاره کرده، شکنجه‌هایی که شدن، بارها توی بهداری رجای شهر درخواست کردن که تحت مداوا قرار بگیرن و تک تک این کسایی که امضا کردن نامه رو از نزدیک در جریان این نوع شکنجه‌ها و ضرب و شتم‌ها بودن که تحت چه شرایطی از اونها اعتراف گرفته شد. اعترافی که تلویزیون پرس تیوی پخش کرد که زانیار و لقمان درش در واقع خودشون میپذیرن اتهاماتی رو و علیه خودشون حرف میزنن. روی دیگر این پرونده امام جمعه بوده که خب من هم رفتم سراغشون، تماس گرفتم، با خودشون حرف زدم، گفتن ما مایل نیستیم اساسا با رسانه‌ها، خصوصا رسانه‌های بیرون ایران، گفتگو بکنیم. کاوه قریشی خبرنگار دیگه‌ای بوده که در این زمینه با همسر امام جمعه صحبت کرده و اونها هم همین رو گفتن، مایل نیستن در این زمینه اطلاع رسانی بکنن، اگرچه کیهان بخشی از سخنان امام جمعه رو منتشر کرده که اتهاماتی رو در مورد زانیار و لقمان مطرح میکنه، ولی میبینیم که به خبرنگارانی که ابعاد دیگه این پرونده رو میخوان باز بکنن پاسخگو نیستن و تنها چیزی که الان ما داریم زندانیانی هستن که به قول مادر زانیار از نزدیک با این دو نفر زندگی کردن و به تعبیری شواهد و شاهدان عینی هستن که میتونن گواهی بدن که همه اعترافاتی که این دو زندانی کردن تحت فشار و شکنجه بوده. خب بس فقط بر سر گفتن الان که مسائل بین کردستان و ایران هست که از پسر ایشون داره صراحتا میگه قربانی بخشی از این مسائل سیاسی شده و تصفیه حسابایی که اونجا احتمالاً ممکن انجام بگیره، ولی ماجرا فقط به اینها محدود نمیشه. الان فعالین عرب هستن که در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشون هستن. بفرمایید که ماجرای این افراد چه هست؟ پرونده اونها رو شما به دقت دنبال کردید؟ بسیاری از اینها پیشینه فرهنگی دارن. ابتدای برنامه اشاره کردیم اینها دبیر دبیرستان بودن، شاعر هستن. بفهمید که اینها چطور شده که از این فعالیت فرهنگی اون مؤسسه الهوار کارشون به اینجا رسید که حکم اعدام گرفتن. بله، 5 نفری که الان حکم اعدامشون تایید شده در واقع ماحصل پرونده‌ای هستش که بیش از 20 نفر در اون بازداشت شدن در دو سال پیش، همین روزها درست. و هاشم شعبانی، محمد علی عموری، جابر آلباشو که مختار آلباشو که و همینطور هادی راشدین، اسم این 5 نفر هست. همه اینها یا از مؤسسان مؤسسه الهوار بودن و یا از فعالان اون، و این مؤسسه در دوره ریاست جمهوری خاتمی، زمانی که بحث اصلاحات خیلی داغ بوده تو جامعه و همینطور زمانی که تشویق می‌شدن افراد که NGO تأسیس کنن، سازمان غیر دولتی تأسیس کنن، جامعه مدنی وجود داشته، یک مؤسسه فرهنگی درست کردن فقط برای ترویج فرهنگ عربی، زبان عربی و همینطور آداب و رسوم عربی در اون در منطقه، در شهر کوچک رامشیر. و این بسیار با استقبال مواجه شد. شب‌های شعر برگزار می‌کردن، جشن در عیاد برگزار می‌کردن، تمامی مسئولان دولتی در اون زمان در مراسمشون حضور پیدا میکنن. فیلم یکی از اون مراسم الان روی یوتیوب قابل مشاهده است و کاملا در حیات یک دبیرستان اون برنامه برگزار شده و کاملا فعالیت‌های قانونی میکنن. و همونطور که میدونین در سال
1384 در واقع درست قبل از یکی دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که احمد نژاد بعدش اومد سر کار، اعتراضات بسیار گسترده در استان خوزستان شهرهای مختلف انجام شد در اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز نسبت به عرب‌ها در ایران. و در این پس از در واقع سرکوب شدن شدید این اعتراضات مردمی، فضای اون استان کاملا امنیتی شد و تمامی فعالانی که در قبل از این اعتراضات خیلی مسالمت‌آمیز و مدنی فعالیت می‌کردند در اون جامعه تحت فشارهای شدید امنیتی قرار گرفتن. کارهای ساده اونها مثل برگزاری شب شعر یا فعالیت‌های فرهنگی یا حتی برگزاری کلاس کنکور به زبان عربی برای دانش آموزانی که فارسی زبان مادری و زبان اصلیشون نیست و بسیار سخته براشون، هم تبدیل شد به یک معضل امنیتی و از اون لحظه به بعد این فعالان تحت فشار شدید قرار گرفتن تا اینکه در واقع برخی از اونها کاملا از کار کناره گرفتن. یکی از افرادی که در این پرونده الان به اعدام محکوم شده، آقای محمد علی عموری، سال 2007 از ایران فرار کرد، به کشور عراق گریخت و کمیساریای عالی سازمان ملل ایشون رو به عنوان پناهنده که جانش به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در خطره به رسمیت شناخت و به دولت عراق هشدار داده بود که هیچگاه اون رو برنگردونه. متأسفانه دولت عراق ایشون رو و یکی دیگه از همراهانشون رو برگردون و بلافاصله دو سال پیش وقتی که ایشون از عراق به ایران مسترد شد، به مقامات ایران تحویل داده شد، این پرونده آغاز شد و در نهایت همون داستانی که در پرونده لقمان و زانیار و در بسیاری از پرونده‌ها می‌بینیم، شکنجه‌های مداوم ماها و مانها انفرادی و شکنجه‌هایی که تحملش حتی تصورش مشکله. من با کسانی که از اون زندان در اومده بودن، در این پرونده بودن، با وثیقه آزاد شدن و تونستن جان سالم به در ببرن مستقیم صحبت کردم. راجع به سطح شکنجه‌ها اصلا غیر قابل تصوره و بسیار بسیار غیر انسانی بوده. به هر حال برخی از این افراد، دو نفر از افراد این پرونده در نهایت نتونستن مقاومت کنن، بقیه‌شون تا آخرین روز مقاومت کردن و جلوی دوربین پرس تی وی نشستن و گفتن که ما در عملیات مسلحانه دست داشتیم. تمامی افراد این پرونده در نخستین جلسه دادگاه اعلام کردن تمامی اعترافاتشون تحت فشار عقص شده و هیچ اعتباری نداره. این اعترافات با خود قوانین جمهوری اسلامی فاقد اعتباره و هیچ مدرک دیگه در پرونده غیر از این اعترافات ساختگی و تحت شکنجه وجود نداره. ولی قاضی بدون اعتنا به این مدارک و اسناد خیلی خیلی روشن و بدون اینکه هیچ گونه تحقیقی در مورد ادعای شکنجه انجام بده و این افراد رو به اعدام محکوم کرد و متاسفانه حدود دو هفته پیش دیوان عالی کشور همین حکم اعدام رو تایید کرد. نگرانی امروز اینه که از روز جمعه این افراد، این 5 نفر از زندان کارون اهواز، از بند عمومی زندان کارون اهواز منتقل شدن به یک مکان نامعلوم. هیچ کس از مکانشون خبردار نبوده. اعتراضات مکرر خانواده ها در جلوی زندان، در جلوی دادگاه انقلاب، در جلوی فرمانداری رامشیر، دادگاه انقلاب اهواز و جاهای دیگه بدون پاسخ مونده و نگرانی خیلی خیلی شدید بین خانواده ها وجود داره که آیا حکم اعدام اجرا شده یا نه و متاسفانه هیچ گونه پاسخی تا امروز بهشون داده نشده.